این هفته رقابت برای ونتیلاتورهای بیشتر، ربات‌ها در خط مقدم و چطور سر قرار دیجیتالمون حاضر بشیم. بسیاری از مناطق دنیا در یکی دو ماه گذشته به خاطر ادامه بحران کرونا در وضعیت قرنطینه بودند و هنوزم هستند، چرا که سازمان جهانی بهداشت هشدار داده بود که کرونا به طور فزاینده‌ای داره فراگیر میشه. در این مدت بیمارستان‌ها در کشورهای مختلف با کمبود امکانات روبرو بودند، از جمله ونتیلاتور. ونتیلاتور یا دستگاه تنفس مصنوعی برای بیمارهای استفاده میشه که وضعیت حاد دارند و ریه‌هاشون از کار افتاده، یعنی بدون دستگاه نمیتونن نفس بکشن. سوال مهم به خصوص در اوایل بحران کرونا این بود که چطور میشه ونتیلاتور پیدا کرد. مثلا در بریتانیا این سوال میپرسیدن که آیا میشه به اندازه کافی از این دستگاه‌های تنفس مصنوعی تولید کرد یا نه. با آغاز نگرانی‌ها درباره همه‌گیر شدن کرونا در جهان، دولت‌ها در سراسر دنیا به شرکت‌های بزرگ فراخوان دادند تا ونتیلاتور بسازند. گروه‌ها و تیم‌های متعدد مهندسی و پزشکی هم شروع کردند به جستجو برای یافتن راه‌های سریع برای حل این مسئله، راه‌هایی که منجر بشه به تولید دستگاه‌های ارزان‌تر که حمل و نقلشون آسان‌تر هم باشه. ما با چند تاشون صحبت کردیم. اکثرشون میگفتن طرحشون رو رایگان در اختیار همه میگذارن، البته بعد از اینکه آزمایش بشن و معلوم بشه که ایرادی ندارن. این دستگاه‌ها باید برای هر بیمار تا 2 هفته 24 ساعته کار کنن. یک تیم از دانشگاه آکسفورد و کینگز کالج لندن خیلی سریع دستگاهی طراحی کردند که به نظرشون کار ونتیلاتور رو میکنه و میشه بلافاصله تولیدش رو آغاز کرد. اسمش رو گذاشتند آکسونت. دستگاه رو به کابینه بریتانیا نشون دادن تا مشخص بشه منطبق بر مقررات ویژه‌ای که دولت بریتانیا برای کووید 19 منتشر کرده. میره داخل این جعبه. داخل این جعبه یک کیسه استاندارد آمبولانسه. معمولاً این کیسه ها رو با دست فشار میدن تا به بیمار هوا برسونن. ولی الان با مخزن هوایی که داریم فشارش میدیم. این وسیله از 40 قطعه مختلف ساخته شده که 90%شون در دسترسه. یعنی جزو چیزایی که در فهرست خریدهای همیشگی نظام خدمات درمانی بریتانیا هست و قاعدتاً باید بشه راحت تأمینشون کرد. قرار آکسونت رو در بیرمنگام آزمایش کنن. احتمالاً هر دستگاه زیر 1000 پوند در میاد، در حالی که دستگاهی که الان در بیمارستان‌ها استفاده میشه هر کدوم 10,000 پونده. ما دنبال چیزی هستیم که ساده و قابل ساخت باشه. اون ونتیلاتور مجهز و شیکی که بخواد 6 ماه دیگه آماده بشه به درد کار ما نمیخوره. در فرانسه هم یک گروه مشارکتی چیزی ساختند به اسم دستگاه تنفسی همکاره حداقلی. میگن چند روزه هم به مراحل تولید میرسه. توی یکی از بیمارستان‌های پاریس هم آزمایشش کردند. قطعات دستگاه رو سه‌بعدی چاپ می‌کنند. هنوز تاییدیه رسمی پزشکی نداره، ولی سازنده‌هاش معتقدند در موقع بحران باید ابتکار به خرج داد و سریع هم بود. اگه لازم باشه سریع تراکیوتومی بکنی ولی امکانات نباشه چی کار میکنی؟ خودکار میذاری. ما هم داریم شبیه همین کار رو میکنیم. بله، دستگاه تنفس کامل و مجهز نیست، ولی ممکنه زندگی کسانی رو نجات بده. بنابراین باید امتحانش کرد. همین نگاه برای پیدا کردن راه حل فوری در اسپانیا هم هست. اونجا هم تلفات خیلی زیاد بوده. قطعات این ونتیلاتور هم سه‌بعدی چاپ شدند. یک گروه از مرکز فناوری‌های لیتات 1 هفته‌ای طراحیش کردند و در عرض 1 هفته به جایی رسید که بیارن بیمارستان تا آزمایشش کنند. پس از مراحل آخر آزمایش‌های پزشکی و در صورتی که ایراد نداشته باشه میره برای تولید انبوه. هر دونش رو میشه با کمتر از 500 پوند در 24 ساعت ساخت. گروه طراحش میگن چند تا تولیدی اومدن سراغشون.
اگر تر تایید بشه میتونن روزی 50 تا 100 دستگاه بسازن. در لیتوانی هم گروهی در تلاشند با چاپ سبودی یک دستگاه تنفسی بسازند که بدون برق کار میکنه. ایده دستگاه را از طرح‌های ژاپنی‌ها که در ایستگاه بین‌المللی فضایی امتحان پس داده گرفتند. اگه نمونه آزمایشی موفق باشه، می‌خوام بسازن و رایگان به کسانی بدن که واقعاً نیازش دارن. وقتی ما کشورهای جهان سوم را در نظر می‌گیریم، اینا کشورهایی هستند که جمعیت خیلی زیادی دارن، ولی در حوزه پزشکی پیشرفته نیستن. در این کشورها مردم از کمبود امکانات تلف می‌شن. یک راه حل پیچیده‌تر هم دیدیم که میشد سریع ساختش. دولت کانادا از شرکت تورنهیل مدیکال که ارتش آمریکا هم مشتری ونتیلاتورهای باتری خورشه خواسته تولیدش رو بالا ببره. یک مدل دستگاه همراه ویژه بخش مراقبت‌های ویژه دارن که با باتری کار میکنه و اکسیژنش رو خودش از هوای محیط میگیره. محصولات تورنهیل مدیکال تاییدیه اتحادیه اروپا و آمریکا رو داره و خودشون میگن با دانش فنی که دارن میتونن با سرعت در کارخونه‌های صنایع هوافضا و خودروسازی از اینها تولید کنن. اگه همه تخت گاز بریم، فکر کنم بشه خیلی سریع تعداد زیادی از این دستگاه‌ها تولید کرد. در ایران هم چند شرکت دانش بنیان در پارک‌های فناوری و دانشگاه‌ها شروع به طراحی و ساخت نمونه‌های آزمایشی ونتیلاتور کردند. در این بین شرکت احیا درمان پیشرفته اعلام کرد که می‌تونه با حمایت‌های دولتی به طور روزانه 30 دستگاه ونتیلاتور تولید کنه. مسئولان این شرکت اعلام کردند که قبل از کرونا روزانه فقط 5 دستگاه ونتیلاتور تولید می‌کردند. در افغانستان هم تیم روباتیک رویا پردازان افغان که پیشتر ازشون گزارشی تو کلیک پخش کرده بودیم، ساخت دو نمونه آزمایشی دستگاه تنفس مصنوعی را آغاز کردند. یکی با استفاده از طرح دانشگاه MIT و دیگری با استفاده از قطعات خودرو. هدف از ساخت از این دستگاه هدفش همین بود که لوکالی باشن و قیمتش هم مناسب باشن و مسلماً این دستگاه ها قیمتش هم به مراتب کمتر از نسبت به دستگاه پیشرفته و ونتیلاتوری در جهان در کلینیک ها و شفاخانه ها استفاده میشن. ما تخمین میزنیم حدوداً بین $600 آمریکایی باشه، ولی هنوز هم کار در روی دستگاه جریان داره تا قیمت از این مشخص شود، به خاطر بعد از پارت ها یا مشخصات که نیاز داریم باید از بیرون وارد شود. فکر میکنیم با امکاناتی که در کارخانه های هرات هست، اعتماد از این هست که ما بتونیم در صورتی که موافقت وزارت صحت عامه را داشته باشیم و موافقت شفاخانه ها را داشته باشیم و در صورت نیاز بتونیم که حدودا 10 تا از این در هفته آماده بسازیم. آدم به وجد میاد وقتی میبینه چطور مهندس‌ها در کشورهای مختلف دست به دست هم دادن تا با وجود موانع فراوان راهی برای این مسئله پیدا کنن. اگه دستگاه‌هایی طراحی کنن که بشه سریع‌تر و ارزون‌تر تولیدشون کرد، ممکنه زندگی خیلی‌ها در جایی که کمبود ونتیلاتور هست نجات پیدا کنه. باید امیدوار بود که فناوری در این بحران کارآمد باشه و این دستگاه‌ها به دست کسانی که نیازمندش هستند برسه. اینو در نظر داشته باشید که در این دوره‌ای که اکثر مردم توی قرنطینه بودند، فناوری مهمترین وسیله ارتباطی بود. کریس فاکس همکار ما گزارش تهیه کرده از تلاش مردمی که میخوان زندگی اجتماعی رو بازسازی کنند، البته با رعایت فاصله. از چند هفته پیش من هم مثل میلیون ها نفر در دنیا خودم رو قرنطینه کردم. خوشبختانه یه 20 سالی هست که مشغول فاصله گذاری اجتماعیم و کم و بیش بلدم چطور از دور معاشرت کنم. تماس‌های ویدیویی در دوران قرنطینه حسابی مود شده. حتی اینستاگرام هم یه ویژگی جدید اضافه کرده به اسم کوواچینگ یا همبینی که میتونین باهاش وسط تماس ویدیویی عکس‌های محبوبتون رو به هم نشون بدین. اگه نرم افزار مکالمه تصویری متفاوت می‌خواین، هاوس پارتی رو امتحان کنین. ماه پیش مدتی صدرنشین جدول اپلیکیشن ها بود. به جای اینکه به دوستاتون زنگ بزنین، هر وقت آزاد بودین میتونین پیام بدین و تا حد اکثر 8 نفر میتونن بیان تو همون پارتی. شرکت سازنده شرکت اپیک گیمز که فورتنایت رو ساخته. بنابراین توی اپلیکیشن بازی هم میتونین بکنین. اگه هوس بازی دسته جمعی کردین، میتونین برین بورد گیم آرنا.
اینجا کلی از بازی‌های مدرن و کلاسیک هست، از جمله شطرنج و تخت نرد. میتونین با دوستاتون یا با غریبه‌ها بازی کنین. اگر هم دلتون میخواد بازی‌های خودتون رو بکنین، با بعضی اپلیکیشن‌های تماس تصویری از جمله زوم و اسکایپ میشه. اینجوری که با گوشیتون زنگ میزنین و کامپیوتر خودتون رو هم به عنوان مهمون دعوت میکنین با همون حساب کاربری. در نتیجه میتونین اینور حرف بزنین و از تلفنتون به عنوان دوربین استفاده کنین که بازی رو پخش کنه. از اینا گذشته، در ایام قرنطینه قرارهای دو نفره برای دوستیابی هم لزوماً تعطیل نشدن. یه اپلیکیشن هست به اسم فیلتراف، یعنی سوا کن. اول برای این ساخته شده بود که کاربرها بفهمن آدمایی که میان توی اپلیکیشن دوستیابی الکیان یا نه. به جای اینکه روی آدمهایی که مثل شما دنبال دوستن بزنی آره یا نه، با چند نفر دیگه یه قرار تلفنی دست جمعی میذارین که همه سریع همدیگه رو ببینن. در واقع تنها کاری که لازمه بکنین اینه که به اپلیکیشن بگین کی وقت دارین. مثلا من میگم امشب کاری ندارم. خودش با کاربرای دیگه جور میکنه. اولین قرار امشبم با زکه که این اپ رو ساخته. حتی عکسش رو هم نمیبینم. فقط چند تا اطلاعات اولیه است که باب گفتگو باز شد. داره میشموره. چند ثانیه دیگه قرار شروع میشه. جدی آدم به هیجان میاد. سلام کریس. Hey Zach. سلام، چه خبرا؟ خوب، تو چطوری؟ سرحالی؟ آوردم جای محبوبم تو خونه، تو آشپزخونه. ممنون برای لطفت. چی شد فکر کردی فیلتر آف رو بسازی؟ میخواستم مردم یه راه آسون داشته باشن که بفهمن به درد هم میخورن یا نه، و به نظرم بهترین راه از طریق ویدئوه. ولی اینجوری ناراحتیش بیشتر نیست اگه واقعا با یکی صحبت کنی و بعد دیگه جوابتو نده؟ بالاخره ریسکش هست، ولی قرار واقعی هم ممکنه با یکی بذاری و بعدش دیگه جوابت رو نده. اگه قرار آنلاینتون خوب پیش بره، میرسین به مرحله نتفلیکس. میتونین نتفلیکس پارتی بذارین. یه پلاگینه که روی مرورگر نصب میشه و برنامه‌ها رو برای شما و دوستاتون هماهنگ میکنه، طوری که در هر لحظه همه یه قسمت سریال رو ببینن. مجازی هم هست، حتی امکان چت هم داره. میتونین در حال تماشا به هم پیام بدین. ما اغلب فکر میکنیم واقعیت مجازی تجربه تک نفره‌ایه، ولی به مرور بازی‌های چند نفره هم داره روی اینترنت زیاد میشه. مثلا این بازی بکش بکش زامبی‌ها به اسم آریزونا سانشاین. عجیب‌ترین نکتهش اینه که واقعاً احساس می‌کنی دوست تو اتاقت کنارته. کاملاً با تجربه مکالمه تصویری فرق داره. اگرم وسط کرونا اعصاب زامبی کشی ندارین، میتونین رک روم بازی کنین که مجانیه و روی پلتفرم‌های مختلف کار می‌کنه. توی بازی با دوستاتون بگو بخند میکنین و بازی میکنین و حتی اگر بخواین با غریبه ها هم حرف میزنین. طوریه که آدم احساس میکنه با دنیای بیرون ارتباط داره. احتمالاً هیچ بعید نیست با این بازی ها خیلی ها توی دوران قرنطینه دوست جدید هم پیدا کرده باشن. این هفته سر جیمز دایسون خبر داد که برای پروژه شکست خورده خودروی برقیش 500 میلیون پوند از دارایی خودش رو خرج کرده. البته قبل از اینکه نگران خدای جاروبرقی‌های معروف دایسون بشید، بد نیست بدونید که ایشون با ثروت 16 میلیارد پوندیش همین هفته بر صدر فهرست پولدارترین بریتانیایی‌های روزنامه ساندی تایمز هم نشست. این هفته همینطور اعلام شد که شرکت اوردران در سوئد الکتروشوک‌های خودکار قلبی رو با پهپادهای خودران به بیمارانی که دچار ایست قلبی شدند میرسونه. این بخشی از یک پروژه آزمایشیه تا ببینن آیا پهپادها میتونن این وسایل رو در سریع‌ترین زمان ممکن به بیماران برسونن و آیا این روش تأثیر بر نجات جان مردم میگذاره یا نه. استارتاپ کانادایی فلش فارست از پهپاد برای بذرپاشی روی زمین‌های سوخته بیرون تورنتو استفاده کرد. این شرکت مدعی شده پهپادهاش سریع‌تر از انسان این کار را انجام می‌دهند. هدف کاشت 40,000 اصله درخت در این منطقه تا آخر ماه می 2020. این هفته همینطور شرکت تولیدی گیم یوبیسافت از اپل و گوگل شکایت کرد. یوبیسافت میگه فروشگاه اپ هر دو شرکت بازی موبایلی رو فروختن که خیلی شبیه بازی رینبو سیکس سیج ساخت این شرکته. این شرکت ادعا کرده اریا اف 2 کپی برابر اصل بازیشونه. و در پایان یکی از ربات‌های سگی بوستون داینامیکس سراغ گوسفند چرونی رفته. شرکت روبوتیکس روکاس در نیوزلند از این ربات به عنوان سگ گله استفاده می‌کنه.
کرونا زندگی همه رو عوض کرده. مشکلات جدید ایجاد کرده که راه حل‌های جدید نیاز داره. تقریبا در همه کشورها نظام‌های درمانی با فشار تمام کار می‌کنن. ویروس کرونا مشکلات بی‌سابقه‌ای برای بشر ایجاد کرد، ولی به مرور راه‌هایی پیدا کردیم که از ربات‌ها کمک بگیریم. تمی رو اولین بار یکی دو سال پیش دیدیم. اون موقع کرونا در کار نبود و میتونستیم راجع به آب و هوا حرف بزنیم. ولی حالا تمی هم به خط مقدم کرونا پیوسته. هزاران وسیله با بیماران ناقل در بیمارستان‌ها ارتباط برقرار می‌کنن. در چین، هنگ کنگ، ژاپن، کره جنوبی و بعضی از خانه‌های سالمندان در آمریکا. ربات‌ها بین بیماران حرکت می‌کنن و پزشکا و پرستارها از طریق تلفن تصویری با بیمار حرف می‌زنن. حتی دمای بدنشون رو هم از فاصله 60 سانتی متری می‌گیرن. تمی هوش مصنوعی داره که با صدا کار می‌کنه. هم با الکسای آمازون کار می‌کنه، هم با پلتفرم‌های دیگه مثل تنسنت چین. تراشه‌های امروزی اونقدر قوی شدن که میشه باهاشون محاسبات بسیار بسیار پیچیده رو انجام داد و داده‌ها رو در لحظه به حسگرهای مختلف رسوند که ربات بفهمه محیط اطرافش چه شکلیه یا کاربرش چه شکلیه و به طور مشخص در مورد بحران کرونا به چنین چیزی نیاز داریم. طبعا مقررات و ملاحظات عملی در کشورهای مختلف با هم فرق داره و به همون نسبت امکان بهره برداری از چنین فناوری‌هایی. ضمن اینکه ربات هیچ وقت جای ارتباط انسانی رو نمیگیره، ولی در دوران کرونا هر کمکی غنیمته. از جمله کمک این بازوی رباتیک که پژوهشگرهای دانشگاه سینگوا در چین طراحی کردن. این ابزار هم چرخ داره و به جای کادر درمانی به بیمارا رسیدگی میکنه. میشه از دور، یعنی از هر جای دنیا کنترلش کرد و کارهایی رو که به تماس از نزدیک نیاز داره بهش سپرد، مثل سونوگرافی یا نمونه گرفتن از دهان. حتی صدای اندام بدن رو هم بدون گوشی میشنوه. نکته مهم اینه که ربات لازم نیست خیلی پیشرفته باشه که به کار بیاد. مثلا دانش آموزای تایوانی با لگو ربات‌هایی ساختن که مایع ضد عفونی اسپری می‌کنه. حسگر اولتراسونیک روش گذاشتن که اگه دست نزدیک بشه، یه موتور رو راه میندازه و اون موتور دسته بطری پلاستیکی اسپری ضد عفونی رو فشار میده. طبعاً بعضی از این ایده ها موثرتر از بقیه‌اند، ولی نکته همینه که همه دست به دست هم دادن که یه بحران جهانی رو از سر بگذرونن. اینم از گزارش لارا لوینگتون. اما دستگاه‌های دیگه‌ای به جز ربات هستند که به خدمت مبارزه با کووید 19 در اومدن. از جمله در مبارزه هوایی. در دوران کرونا دولت‌های مختلف دنبال راهی بودند که از پهپاد برای کنترل ویروس کرونا استفاده کنند. مثلا در اوج بحران در چین دولت با پهپاد به مردم هشدار می‌داد که برن خونه. گاهی حتی دنبالشون می‌رفت تا واقعاً برن خونه. شرکت‌های چینی در فناوری پهپاد در دنیا پیشتازند، اما در دوران کرونا کشورهای دیگه هم از پهپاد استفاده کردند. و طبعاً استفاده از این وسیله دوباره بحث حریم خصوصی و کنترل دولتی رو باز کرد. اینجا در هنگ کنگ دولت از همه خواسته از خونه کار کنند. به همین خاطر مصاحبه هم اینترنتیه. در کره جنوبی دولت محلی با کمک شرکت پهپاد ساز دی جی آی خیابون‌های سانگنم رو ضد عفونی کرده. سانگنم یک شهر در نیم ساعتی پایتخت. همه دنیا برخورد کره جنوبی با کووید 19 رو تحسین کردند. کره‌ای‌ها از پهپادهایی که در حالت عادی در کشاورزی استفاده میشه برای ضد عفونی شهر از آسمون استفاده کردند. اسمش رو گذاشته بودند قرنطینه پهپادی. پهپاد گاهی در جاهایی که آدم به راحتی دسترسی نداره مؤثر و دقیق عمل میکنه. برای اینکه مایه ضد عفونی کننده رو از ارتفاعی اسپری میکنه که دست آدم نمیرسه. برای ضد عفونی کردن چیزهایی مثل درخت هم مناسبه و مؤثرتره چون دقیقه 2 تا 4 لیتر اسپری میکنه. این پهپادها رو در اصل برای کشاورزی ساخته بودند. هر کدوم زیر موتورشون چند تا خروجی دارن که نقش افشانه رو بازی میکنه. روی پهپاد دوربین FPV داره که باهاش داده‌های تصویری رو برای هدایت کنندش میفرسته. دست‌اندرکارای سانگنم میگن با پهپاد 10 برابر سریع‌تر از آدم میشه یک فضا رو ضد عفونی کرد.
مقام‌های شرکت DJI معتقدند با پیشرفت هوش مصنوعی دیر یا زود پهپادهای خودکار در عرصه‌های دیگه زندگی روزمره هم وارد خواهند شد. اما فقط DJI نیست که برای ضدعفونی کردن از پهپاد استفاده می‌کنه. در اوج شیوع کرونا در چین، پهپادسازهای دیگه مثل XAG هم با پهپاداشون شهرها رو ضدعفونی می‌کردن. ربات کشاورزی R80 شرکت XAG هم روی زمین استفاده می‌شد. این ربات می‌تونه محیط اطرافش رو به صورت 360 درجه مایع ضدعفونی کننده افشان کنه و هدایتش هم با فرستنده به صورت وایرلسه. در سانگنم کره جنوبی قرنطینه پهپادی موثر بود و کمک کرد بهتر بحران رو کنترل کنند. ما در برنامه آینده از کشورهای آسیایی باز هم گزارش خواهیم داشت. البته از ماه آینده کسی چندان خبر نداره. خیلی از چیزها تغییر کرده. معلوم نیست کی به روال عادی برگرده. از جمله همایش‌ها و سمینارها. همین چند وقت پیش بود که همایش عظیم HTC قرار بود توی تایوان برگزار بشه. کلی مهمون دعوت کرده بودن اما برگزار نشد. یا بهتر بگم برگزار شد اما به طور مجازی. استیون بکت همکار ما یکی از مهمونا بود که از جریان این همایش گزارش تهیه کرده. در چند سال گذشته سربندهای واقعیت مجازی بالا پایین زیاد داشتن. هم اتفاقهای هیجان انگیز بوده هم لحظاتی که همه رو ناامید کرده. ولی شاید دوران کرونا باعث شده باشه که VR یا واقعیت مجازی دوباره یه تکونی بخوره. سوال اینه که آیا میشه با VR ارتباط انسانی معنادار برقرار کرد یا همون تلفن تصویری فقط با زرق و برق بیشتر؟ این مدت منم مثل همه توی خونه حبس بودم ولی اینجوری نیست که هیچ جا نرفتم یا به هیچ کارم نرسیدم. اتفاقا به لطف یکی از اینا به خیلی از کارام رسیدم. خیلی خوبه. خوشوقتم از آشناییتون. باید دست بدیم؟ چرا که نه. اینم دست. فکر کنم تو واقعیت مجازی میشه دست داد. در عالم واقع ممنوعه ولی در عالم مجاز مجازه. سازمان‌های زیادی در این دوره دوباره رفتن سراغ واقعیت مجازی. به خاطر اینکه خیلی از کنفرانس‌ها به خاطر کووید 19 لغو شده. الان توی فضای واقعیت مجازی هم به اسم انگیج که در اصل هدف آموزشی داره. ولی در دوران کرونا باهاش کنفرانس هم برگزار میکنن با صدها شرکت کننده. HTC یکی از تولید کننده های اصلی سربند واقعیت مجازیه. همین که الان روی سر من هم مال HTCه. اگه یه شرکت باشه که بتونه کنفرانسش رو مجازی برگزار کنه همین HTCه. الان کجاییم؟ تالار اصلی مراسم اینجاست. کنفرانس اکوسیستم ویرچوال رو اینجا ارائه میکنیم. این کنفرانس رو هر سال داریم ولی امسال به خاطر کرونا ناچار شدیم یه جور دیگه برگزارش کنیم. یعنی داخل یه فضای مجازی. هر کس از هر جای دنیا که بخواد میتونه شرکت کنه. خیلی ها این رو ببینن میگن همون تلفن تصویری دیگه. مثل اسکایپ فقط با زرق و برق. جوابشون رو چی میدین؟ شما وقتی کنفرانس ویدیویی دارین احساس امنیت کامل میکنین. نشستین سفر رو نگاه میکنین. ولی الان من یه کار عجیب میکنم. میام سمت تو. این کار رو توی ویدیو میشه کرد؟ عجیب نیست؟ آدم معذب میشه. دقیقاً. بنابراین ویدیو امکان بسیار خوبیه و میشه باهاش ارتباط برقرار کرد. ولی در واقعیت مجازی تو حس میکنی واقعاً با طرف مقابل توی یک اتاقی و این حسیه که در هیچ پلتفرم دیگه‌ای وجود نداره. فضای واقعیت مجازی طوریه که بجز ارتباط طبیعی انسانی کارهایی میتونی بکنی و چیزهایی میتونی ببینی که در عالم واقع نیست. اگه سمت مرغ شلیک کنی میتونی حرکتش بدی. فکر کن توی کنفرانس واقعی مرغ بگیری دستت. الان تو رفتی داخل اسب آبی. یکم بیا عقب. اوه توی اسب آبی ام. خیلی معتقدن واقعیت مجازی هیچ وقت اونطور که انتظار میرفت نگرفت. نظر شما چیه؟ برای مردم عادی دردسر تغییر عادت و استفاده از یه ابزار اضافی بیشتر از منفعت استفاده از واقعیت مجازیه. ولی به مرور که بریم جلو این موازنه تغییر میکنه. مشکل کنفرانس مجازی اینه که ممکنه هر ساعتی برگزار شه. مثلا این کنفرانس به وقت ما شب برگزار میشه. در نتیجه بعد یه دست بسکتبال و یکم دلنگ دلونگ روی زیلوفون با همه خداحافظی کردم و اومدم بخوابم. ساعت 2 نصف شبه و من بیدارم.
خیلی از ساعت خوابم گذشته. ولی اون سر دنیا تازه صبح شده و وقت مناسب برگزاری کنفرانسه. میخوام واقعیت مجازیم رو راه بندازم. ببینم میتونم قبل سخنرانی افتتاحی کنفرانس ورزشم یا نه. ببینیم چی میشه. کار کرد. اینجا رو. همه هستن. الوین هم هست. داره شروع میشه. باید بشینیم. توی تلفن تصویری نمیشه دست زد ولی اینجا میشه. به نظرم این نقطه آغاز یه ایده بسیار خوبه. فکر میکنم اگه این یکم سبکتر بود و راحتتر میشد راهش انداخت و کامپیوترها یکم قویتر بودن و گرافیکشون هم یکم بهتر بود، چی میشد؟ فکر کنم چند سال دیگه که همه اینها بشه، مردم هم بیشتر میان دنبال واقعیت مجازی. خب به پایان یکی دیگه از برنامه‌های کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونه bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب bbc فارسی تماشاش کنید. اونجا یک لیستی به نام کلیک هست که میتونید این برنامه قبلی رو اونجا پیدا کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون تا برنامه بعد و موضوعات اینو. بدرود و خدا نگهدار.